برنامه‌های کنگره الف میکاف کردیم و همین که خواستاشون تا یه جمهوری دموکراتیک میره و فراتر نمیره. یه بس این یکی از رفقا خواستن راجع به تبلیغ و ترویج بیشتر صحبت بکنیم و رفیقی مشخصا پرسیدن که آیا ما در حال حاضر میتوانیم بخش حداکثر برنامه حزب کمونیست را در بین توده ها تبلیغ کنیم و تبلیغش به چه صورت است. سوال دیگه هم هست که بس اینه که شما مطرح کردید که پوپولیست ها رفتن به میان توده ها و آگاه کردن آنها را وظیفه خود نمیدانن. به نظر من وظیفه خود میدانن و این کارا میکنن، اما همان سیاست های غیر پرولتری خود را تبلیغ میکنن. پیشنهاد دیگه هم بود که رفیق گفتن یه مقدار درباره پایه‌های فلسفی سوسیالیسم خلقی صحبت بکنیم. البته در مورد این آخری ما داریم سعی میکنیم هر جور شده از زیر سنگ هم شده اون سه منبع و سه جزء سوسیالیسم خلقی رو گیر بیاریم بلکه بتونیم تجدید چاپش بکنیم، ولی اگه وقت شد چشم راجبش صحبت میکنیم. بیشتر از این نظر که شاید بحث یه سطح دیگه باشه، رفقا مثلا در رابطه با مسائل عملی الان بیشتر سوال میکنن، اون اگه وقت مون میتونیم راجبش صحبت کنیم. راجب این جنبه های دیگه پوپولیسم به خصوص محدودیتش به جمهوری دموکراتیک و خصلت ضد رژیمیش، اگه رفقا قطعنامه های ما رو خونده باشن یه مقدار اونجا توضیح دادیم. من گفتم که مارکسیسم و کمونیسم نقد همه جانبه سرمایه‌داریه تو هر شکلیش. اینطور نیست که نقد یه نوع سرمایه‌داری مشخص باشه یا یه رفتار مشخص سرمایه‌داری با طبقه کارگر. نقد سرمایه‌داری فرانسه هم هست، با اینکه اونجا کسی رو الان به سیخ نمی‌کشن هنوز، ولی نقد سرمایه‌داری فرانسه هم هستش. نقد سرمایه‌داری آمریکا هم هست، نقد سرمایه‌داری شوروی هم هست، نقد سرمایه‌داری در اشکال کشورهای تحت سلطه هست، نقد سرمایه‌داری اقتصاد رفاه 10 سال پیش سوئد و انگلستان هم هست. نقد سرمایه‌داری از همش به یک میزان انتقاد داره و خواستار جایگزینی همش هست. حتی سرمایه‌داری کشورهای امپریالیستی که به هزینه طبقه کارگر کشورهای تحت سلطه امپریالیست تونستن تعدیلی در تضادهای طبقاتی اونجا بکنن، تونستن بخشای از طبقه کارگر رو از رفاه نسبتاً بهتری نسبت بقیه بخشاش برخوردار بکنن و مبارزه طبقاتی رو به فروکش بکشونن و دستاوردهای رفاهی داشته باشه اون جامعه، اون هم از نقطه نظر پرولتاریا جامعه‌ای نیست که درش بشه زندگی کرد و بشه درش کار کرد. یعنی خواستار سوسیالیسم در مقابل همه این اشکال سرمایه‌داری و لاجرم خواستار نقد بورژوازی در همه وجوهش است. پوپولیسم اگه دقت بکنیم دیدگاهی بوده سنتا تو ایران و انقلابگری خورده بورژوایی به طور کلی که دشمن پلید توده های مردم علل عموم رژیم ها میدونه. وقتی رژیم شاه بود مبارزه علیه سرمایه‌داری به اون صورت و مبارزه علیه بورژوازی که رژیم شاه یک رژیم مدافعش هست مطرح نبود، بلکه مبارزه علیه رژیمی بود که شکنجه میکنه، کشتار میکنه، نوکر آمریکاست و خصوصیات دیگه رژیم. البته تمام اینا هست، ولی کسی که فقط این انتقادو داره به وضع موجود، این یه سوسیالیست و یه کمونیست انقلابی نیست. بحث ما عمدتا سر اینه که انقلابیگری طبقه کارگر یه انقلابیگری همه جانبه و کامل و مطلقه. انقلابیگری است که میخواد تمام این نظام واژگونه سرمایه‌داری رو برداره و از اون وری بذاره و یه نظام انسانی درست بکنه که بشریت درش رها میشه، نه فقط از شر یک رژیم در یک کشور که با یک رژیم دیگه مثلا جایگزین بشه کمتر میکشه، نه بلکه میخواد اساس مناسبات تولیدی رو به نحوی عوض بکنه که کسی از کسی بهره کشی نکنه و لذا برای اون بهره کشی دستگاه سرکوب سازمان نده و لذا به معترضین علیه اون بهره کشی رو دستگیر نکنه و شکنجه و اعدام نکنه و لذا خرافه مجبور نشه تو سر مردم بکنه و لذا لازم نباشه تو اقشار مردم تفرقه بندازه، اونا رو بر حسب شیعه و سنی، کرد و فارس و ترک، زن و مرد، پیر و جوان درشون تفرقه و تخاصم به وجود بیاره تا بتونه حاکمیت نظامش رو برقرار کنه. طبقه کارگر طرفدار محو تمام این جامعه است و جایگزینیش با یک جامعه‌ای بدون طبقه، جامعه‌ای متکی به اونهایی که کار میکنند و اونهایی که ثروت اجتماعی رو تولید میکنند و جامعه‌ای بدون انگل و بدون دفاع نظری و عملی از انگل، بدون دفاع نظامی از انگل و انگلی.
پرولتاریا اینو میخواد، ولی خورده بورژوازی میخواد این رژیم نباشه، یه رژیم دیگه ای باشه که با تولید خرد موافق‌تر باشه، نیروهای مولده اون اقتصاد بومی رو مثلا رشد بده، اپوزیسیون مذهبی و اپوزیسیون عدالت خواه به اسم خودشونو سرکوب نکنه، زنداناش فقط داره کمونیستا نگه داره و امثال انقلابیگری ضد رژیمی خاصیت خورده بورژوازی که تمام فشاری که از بورژوازی میبینه رو از کانال رژیم میبینه، فشاری که پرولتاریا رو از یه طرف انقلابی میکنه و لذا این علیه اون رژیم اعتراض داره که چرا با این حرکات طبقه کارگر انقلابی میکنی تو همون مالکیت خصوصی بر وسایل تولید در نتیجه ور بیفته و چرا از اون ور بورژوازی اینقدر تحمیلات خودش از طریق دستگاه بوروکراتیک که دولت به اقشار خرد تحمیل میکنه. اینا اعتراضای خرد بورژوازیه، اعتراضی نداره که این اعتراض متضمن رهایی بشر به طور کلی باشه، اعتراضش متضمن مساعدتر شدن اوضاع برای خرد بورژوازی. این انقلابیگری خرد بورژوازی، انقلابیگری ما گفتم انقلابیگری سوسیالیستی کامل و مطلق باید باشه و درست همین انقلابیگریه که ما رو مشخص میکنه چه سازمانی باید باشیم و چه سازمانی باید بسازیم. اون سیاست انقلابی که به سر یه سازمانی حاکم است، همون سیاست سبک کارش و ارگانهاش و روشهاش رو تعیین میکنه. امروز شما خودتون مقایسه بکنید، فرض بکنید یه نفر به شما بگه که کومله سازمانی است در جهت تحقق سیاست پیروزی جنگ مقاومت، یعنی سازماندهی مقاومت. شما از این همچین سازمانی چه در نظرتون میاد؟ سازمانی عمدتاً نظامی با ضعف ارگان‌های سیاسی، تبلیغات عمدتاً بر محور جنگ مسلحانه، بدون ادامه کاری در زمینه کار سیاسی تشکیلاتی، بدون کار سوسیالیستی در بین کارگران و زحمتکشان، چون سیاست و فرضاً اینطوری ممکنه تعریف کرده که جنگ مقاومت رو میخواد سازمان بده، انقلاب اجتماعی پرولتاریا رو نمیخواد سازمان بده. حالا همین سازمان رو در نظر بگیرید، بهش بگیم سیاست حاکم بهش اینه که دموکراسی انقلابی در کردستان رو سازمان بده، اینجا با یه سازمان دیگه مواجه میشیم. سازمانی که میخواد دموکراسی انقلابی در کردستان رو سازمان بده، میل به سازماندهی شوراها، به سازماندهی بنکه‌ها، به سازماندهی هسته‌های زحمتکشان، به سازماندهی سازمان‌های زنان، جوانان و غیره میکنه. به سازماندهی دموکراسی انقلابی در کردستان میل میکنه و لاجرم ارگان‌هاش برای این تقویت میشن. فلسفه وجودی سازمان که اون شد، دست و بالش در اون جهت رشد میکنه. متأمن جنگ مقاومت هم جزئی ازش. حالا بگید این سازمان نه فقط این سیاست سوسیالیستی، یعنی سیاست سازماندهی انقلاب اجتماعی پرولتاریا را از الان در جلو راش می‌بینه. اون وقت ببینید چه تغییری در بدنه و اندام و سبک کار این تشکیلات به وجود میاد. سازمانی که این سیاست بهش حاکمه، نه فقط اون کارهایی که اول گفتم، بلکه سازماندهی حوزه‌های کمونیستی کارگر و زحمتکش در شهر روستا، متحد کردن کارگران و زحمتکشان و مستقل کردن جبهه‌شون و غیره و بردن آگاهی سوسیالیستی به طور دائمی در بین کارگران، میبینید از وظایف خودش میدونه، داره انجام میده و لاجرم ارگانهایی براش ساخته، وسایلی براش به وجود آورده، نشریاتی براش داره و غیره. سبک کاری که ما امروز ازش صحبت میکنیم و خیلی رفقا میگن آخه یعنی چی؟ یعنی اینکه یک سازمان در روز چه کار میکنه، چگونه تبلیغ میکنه، چگونه ترویج میکنه، چجوری سازمان میده، چی رو سازمان میده، چی رو تبلیغ میکنه و همه اینا تابعی است از اون سیاستی که به سر یه سازمان حاکمه، سیاست عملی که به سر سازمان حاکمه، انقلابیگری که به سر اون سازمان حاکمه. اگه انقلابیگری خورده بورژوایی باشه، خب طبعاً این سازمان در جهت سازماندهی اون انقلابیگری، با اهداف اون انقلابیگری و با کمک بسیج نیروهای محرکه اون نوع انقلاب خودش رو وفق میده و آرایش به خودش میگیره. ولی اگه انقلابیگری پرولتاری باشه، طبعاً در اون جهت و برای ابزارهای سازماندهی اون انقلاب در خودش به وجود میاد. پوپولیزمی که به سر اتحاد مبارزان حاکم بود در زمینه عملی در سال گذشته، خودشو به روشنی نشون داد. ما وقتی تونستیم این نقد و سیاسیش بکنیم، فهمیدیم ما از خودمون انتقاد کردیم. درست کمونیستی، یکی میگفت ما فلان کار نکردیم، یکی میگفت ما اشکالمون این بود که اعلامیه‌مون فلان جور بود، کمیته فلان نداشتیم. اینا انتقاد از ظواهر بود. وقتی ما فهمیدیم سیاست عملی حاکم بر اتحاد مبارزان کمونیست در 3 سال گذشته، علارغم نظرات کمونیستیش، علارغم مبارزه ایدئولوژیکی که برای پالایش صفوف جنبش کمونیستی از افکار خرده بورژوایی در پیش گرفته بود، علارغم همه اینا، سیاست عملیش سازماندهی انقلابیگری بود فقط در محدوده انقلاب حاضر، یعنی انقلاب ایران موجود.
فهمیدیم که چرا ما از تمام امر سازماندهی انقلاب اجتماعی پرولتاریا که چه انقلاب ایران باشه چه نباشه وظیفه ماست، از این تفره انقلابیگری ضد رژیمی یعنی مبارزه ضد رژیمی رو سازماندهی کردن، یعنی ضد رژیم فقط تبلیغ کردن، یعنی محدود دیدن مسائل طبقه کارگر به موجودیت یک رژیم معین و لاجرم معطوف شدن به اون رژیم. و میبینیم که سازمان پیکار رزمندگان برای نمونه چیزی جز این نبود، تمام فکر و ذکرش قبل از سقوط شاه شاه بود، بعد از سقوط شاه خمینی، تازه اونم بعد از یک سال بعد از حاکمیت خمینی به فکر افتاد که این رژیم هم خوب نیست و مبارزاتش، تبلیغش، ترویجش، آکسیوناش تمام معطوف به رژیم بود. ما در پوپولیزم در بنبست اصلا اینو از تو متون خودشون کشیدیم بیرون. پوپولیزم در بنبست خطاب به بخشی از رزمندگانه که میگفت من دیگه اپورتونیسم مشتم کنار اومدم رو مشی انقلابی سازمان دوباره. خودش هم مشی انقلابی سازمان تعریف کرده بود. وقتی نگاه کردیم دیدیم انقلابیگری ضد رژیمی ساده خود بورژوایی. نه کلمه‌ای از سوسیالیسم تو مشی انقلابی سازمانه، نه هدفش سازماندهی پرولتاریاست در جهت منافع، نه انقلاب اجتماعی رو سازمان دادن، نه اینترنشنال ساختن، نه پرولتاریا رو از طبقات دیگه تفکیک کردن و مستقل کردن، بلکه مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی، توضیح اینکه این رژیم وابسته است، تلاش در جهت سرنگونی این رژیم و همه و فوقش تشکیل جمهوری دموکراتیک خلق که به جای این رژیم میشینه اگه ما همینطوری بندازیمش. این انقلابیگری خرد بورژوایی نتیجهش اون نوع سازمانه. سازمان از سیاست تبعیت میکنه، چه بخوایم چه نخوایم سازمان از سیاست تبعیت میکنه و کسی که میخواد سازمان رو تغییر بده باید سیاست رو تصحیح کنه، سیاست رو متکی کنه به انقلابیگری طبقاتی معین. این در رابطه با صحبت رفیق. اینو فکر کنم اگه خوب تعمق کنیم تو بخصوص تو حرکات پیکار و رزمندگان و وحدت انقلابی میبینیم چجوری سازمان های ضد رژیمی بودن و چجوری کافیه بهش بگی این رژیم خوبه تا دست از هر انقلابی هست بکشه. یعنی توده‌ای کافیه فلان سازمان چپ و قانع کنه که این رژیم ضد امپریالیسته تا اون نه کاری به برابری زن و مرد و محرومیت عمیق زن ها تو این جامعه داشته باشه، چون به این انتقادی نداشت، به رژیم انتقاد داشت، نه کاری به اینکه دولت مذهبی به سر مردم حاکمه، اونم خوبه براش چون رژیم خوبه به نظر او، نه کاری به فقر و فاقه داره، نه کاری به فقدان بهداشت داره، نه کاری به بیکاری وسیع مردم داره، نه کاری به بیحقوقی همه. رژیم اگر نظر مثبت باشه دیگه همه اینا سر جای خودشه، چون انتقاد اون به همه این جوانه به سرمایه‌داری نبود، به رژیم بود که یکی بهش گفته خوبه و کافیه رژیم بگیره ببره طرف رو شکنجه بده. حالا کاری ندارم به اون که زیر شکنجه شدید ممکنه یه حرفی بزنه، ولی حتی با یه مقدار بحث ایدئولوژیکی طرف میاد روی این موضوع که سیاست ما از اول اشتباه بود، این رژیم ضد امپریالیستیه، بنابراین باید ازش حمایت کنیم. ما میگیم رژیم ضد شیطان باشه، ضد هر چی میخواد باشه، ما به سرمایه‌داری انتقاد داریم، تو هم پاسدار منافعش هست، هر جوری میخوای خودتو آرایش بده، زندانتو باز میکنی باز کنی، ببندی، ما خواستار سرنگونی دولت بورژوایی هستیم. انقلابیگری اون از مخالفت با تو در نیاوردیم که حالا با موافقت فلان کسک با شما ما بگیم انقلابم تموم میشه رفتون. این انقلابیگری ضد رژیمی خصوصیت انقلابیگری خرد بورژوازی، خرد بورژوازی که بلایا رو مثل آنارشیست‌ها از قدیم در دولت میبینه، دولت و خودش رو نماینده منافع طبقه نمیبینه، خودش رو یه رژیمی به اعتبار خود میبینه که باید ثابتش کرد و جای اون دولت هم دولت خوشنیتی میذاره، حالا اسمش هرچی میخواد بذاره، جمهوری دموکراتیک خلق. وقتی نگفت برنامهش چی و به چه طبقه متکی و میخواد بعدش به کجا برسه، این جمهوری دموکراتیک خلق یک رژیم دیگه از همون نوعی است که خودش ازش میترسه، با این تفاوت که این دفعه خودش توشه، دلش خوشه که این حکومت فدایی و مجاهد. یعنی انقلابیگری ضد رژیمی رو اون وره سکهش هم اینه که هدفش از برقراری جمهوری دموکراتیک خلق که فقط کافی خودش توش باشه تا دیگه بگه این جمهوری دموکراتیک خلقه فراتر نمیره، هدفش واژگون کردن نظام سرمایه داری نیست، هدفی که جنبش ما 130 سال آگاهانه براش مبارزه میکنه. در رابطه با این که آیا ما برنامه بخش حداکثر برنامه رو میتونیم تبلیغ کنیم یا نه و کلا توضیحاتی راجع به تبلیغ و ترویج، یه بازی مقدار تو اون قدنامه ما صحبت کردیم، من فقط اشاره به چند نکته میکنم. همین انقلابیگری رو باید که صحبتش کردیم به میان توده های طبقه کارگر بود. طبقه کارگر باید مثل خود ما فکر کنه، هدف تبلیغ و ترویج ما اینه که توده های طبقه مثل خود ما فکر کنه، نه اینکه قبول کنه که حرف ما رو گوش کنه، نه
هدف ما اینه که مثل ما فکر کنن و دقیقا هرچی بیشتر تو دل طبقه کسایی رو گیر بیاریم که مثل ما فکر کنن، کل طبقه بیشتر به حرف ما گوش خواهد و در جهت تاکتیکای ما به حرکت در خواهد آمد. تبلیغ و تربیت کمونیستی یعنی بردن همین انقلابیگری با همین خصوصیات در همین همه جانب نگریش، در همین مطلق بودنش، در همین تحول بخش بودنش به بین کارگره و گفتن که آقا جان مثل بورژواها فکر نکن، مثل خودت فکر کن، مثل طبقه خودت فکر کن که اینم اهدافشه، اینم نظرگاهشه، تو هیچ زینف نیستی در حفظ اینو 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 این اندام و جواره جامعه سرمایه‌داری، تو جامعه خودت میتونی پایه بذاری، باید بذاری. یعنی کمونیست کردن کارگرا. رفیق این بحث همیشه وقتی به اینجا میرسه ایده میترسن چپروی بشه. این چه ترس از چپروی؟ ترس از اون رفیقه که بی تجربه است در تبلیغ و ترویج، میره میشینه جلوی نفر میگه تو باید کمونیست بشی. آخه میگه کمونیست چیه؟ و رفیق ما نمیتونه چهار کلمه زنده راجع به کمونیست با یکی حرف بزنه، ولی میگه باید تو کمونیست بشی، کمونیست اینو مارکس اینو گفته و انگلس اونو گفته، ولی خودش اگه بگه آقا به طور زنده ملموس بگو کمونیسم چیه و به چی رجوع میکنه، نمیتونه زنده بیان کنه. این رفیق بوازه اونجا یه کلیشه رو تعبیر یه نفر میده، اونم نمیپذیره. ولی نمونش هم داشتیم و داریم که اصلا کمونیسمه که به دل کارگر میشینه، نه دموکراسی انقلاب. شما برو به کارگر بگو علت فقر تو اینه و راه از بین بردنش اینه، اسمش هم کمونیسمه، میگه درسته، حداکثر میگه نمیشه، آخه اینو نمیشه پیاده کرد. اینی که شما میگی خیلی درسته، خیلی دوست داشتنی و جالبه، ولی نمیشه پیاده کرد. ما مواجه نشدیم با کارگری که بگیم کمونیسم اینه و بگه نه اصلا خوب نیست، بهتر ابزار تولید دست صاحبکار باشه، من براش کار کنم. ما میگیم ما وسایل تولید دست جامعه تو باشه، فقر تو مال اینه که وسایل تولید دست دیگری است، اون بنا به وسایل تولیدش انباش میکنه، تو هر روز از نو میری کار میکنی، مزدت رو میگیری که مساوی اینه که بخوری یا نمیری که بتونی فردام کار بکنی، تو ثروتمند نمیشی، اون میشه. همه این دستگاه‌های دولت و فرهنگ و معنویات هم در دفاع از اون مالکیت سازماندهی شده، تو باید اینا رو بریزی به هم. کمونیسم چیزی جز این نیست. ما این کارو تو دهات کردستان کردیم سر راهمون، کسی نه گلومونو گرفت نه چیزی، خوشحال بودن از اینکه این کمونیسم اینه و میگفتن ما اینو میگیم به دیگرون هم. هر کی گفت کمونیسم چیز تعریف شده یه، ما خودمون جوابشون رو میدیم. نمیگم حتما هر کی اینو به ما میگه باور کنیم که خوب فهمیده یا راست میگه بهمون، ولی بس من اینه که هیچ مانع اخلاقی سیاسی و ایدئولوژیکی جلو تبلیغ خود عقاید ما نیست. چرا ما عقاید خودمون رو تبلیغ نمیکنیم؟ ما باید هم برنامه‌مون رو تبلیغ کنیم هم تاکتیکامون رو تبلیغ کنیم، اینا هم یه بحث دیگه است. ما اول باید بریم کی هستیم تا بتونیم بگیم میگیم چه کار باید کرد. بعضی رفقای ما اول میرن میگن چه کار باید کرد، کار ندارن، طرف قبول کرده که هم منافع باهاشون میانه، میریم میگیم که باید رژیم خمینی سرنگون بشه، طرفمون کیه؟ ملای آبادی. خب اون چه زینفی داره در اینکه رژیم خمینی سرنگون بشه؟ بله دموکراسی میخواد، اول باید روشن کنیم که دموکراسی که ما میخوایم چیه و چرا ما دموکراسی میخواد. بارها شده در تبلیغ ما از این صحبت کردیم که ما دموکرات ترین نیروهای جامعه هستیم. چرا؟ علتش اینه که کمونیستی. اصلا برای اینکه توضیح بدی چرا دموکراسی رو میخوای باید توضیح داده باشی اول که چرا کمونیستی. کمونیست دموکراسی رو میخواد مستقیم پیگیره. دلیل سادهش آزادی به نفع ماست، آزادی به نفع مالکیه نه وسایل تولید نیست، آزادی به نفع ماست که تحت هر جامعه آزادی جامعه آزاد نبودیم، بورژوایی که آزاد بوده، پس آزادی به نفع ماست، اون که کسی جلو دستش نگرفته. آزادی به نفع ماست که حرفمون رو بزنیم، که سازمان اون رو بدیم، چون میدونیم حرفمون و سازمان اون حق و کارگران میان باش، بنابراین هیچ نفعی نداریم کسی جلو آزادی رو بگیره. برای همین ما دموکرات پیگیریم، ما نفعی تو سرکوب آزادی نداریم، چون خودمون تو آزادی رشد میکنیم. مثل یه جانوری که تو یه محیط مناسبی رشد میکنه، ما آزادی اجازه رشد به اون میده. اینو واسه مردم بگیم چرا آزادی به ما رشد میده به دلایل مشخص. واسه اینکه ما میخوایم بریم کارگرا رو آزادانه بهشون منافعشون رو بگیم و آزادانه متشکل کنیم، بدون پلیس و بدون ارتش ما امرمون بهتر میگذره، چون پلیس و ارتش و هرچی دستگاه سرکوب است علیه ماست، پس ما از آزادی بیشترین دفاع رو میکنیم. تبلیغ کردن بر مبنای نگفتن هویت اصلی خودمون، این اشتباهی بوده که خیلی جا کردیم. یعنی اول خودمون رو هم منفعت کارگر و زحمتکش بیان نکردیم، اول منافع خودمون رو با اون توضیح ندادیم رابطه شد و پیوندش و منافع سوسیالیستی طبقه کارگر رو.
تا بعد بتونیم از تاکتیک و از قدم‌های مشخص عملی صحبت کنیم. میریم یه جا مشخصا از یه موادی حرف میزنیم، اونم میگه که موزتون رو مذهب چی؟ ما همه دنیا باید بدونن موز ما رو مذهب چی؟ میدونن اصلا. ما خودمونو به خواب خرگوشی میزنیم، سرمونو مثل کرک تو برف میکنیم، فکر میکنیم اگه ما نگیم کسی نمیگه موزه اینا رو مذهب چیه. اخون باید دارن میگن، چرا خودمون نگیم؟ بورژوازی از صبح تا شب داره موزه ما رو مذهب تحریف میکنه و جار میزنه. جنبه‌هایش که ترساننده است برای مز آدم متعصب و میگه، جنبه‌هایی که خودمون میدونیم برحقه رو که نمیگه، که همش برحقه به نظر من. اینم باز من تو همین تجربه محدودم تو آبادی از ما میپرسن تو ما کمونیستیم؟ بله ما کمونیستیم. کمونیست چیه؟ واسش توضیح میدیم، نه بر اساس اینکه باید آزاد شد و باید فلان شد، بر اساس رابطه مالکیت خصوصی با فقر و استثمار توده. میفهمه طرف مذهب نظرتون چیه؟ میگیم مذهب یه خرافه است، ولی ما معتقدیم با خرافه با زور نمیشه جنگید، با درک و علم میشه جنگید. برای همین معتقدیم هر کس دین خودشو داشته باشه. ما نگران رابطه کسی با خدای خودش نیستیم. اگه طرف تفرقه نیفته توش، اگه مذهبیت دلش از زحمت کشه دین دیگه و کشور دیگه نشه، ما اقتصاد نداریم. مذهب تا اونجا که تفرقه میندازه ما مخالفشیم به عنوان سیاست. و واسه همین میگیم آقا هر کس آزاد بذاریم دین خودش داشته باشه، که اونو امر خصوصی خودش بدونه، بیاد بشینه سر منافع این دنیایش با هم حرف بزنه. منافع اون دنیایش مال خودش. اینم فهمیدن طرف مسلمون است، اینو میفهمه، میگه قبول دارم حرفتو، اگه منو میذاری به دین خودم من مخلصم هست. و نمونه میذاریم از حکومت مذهبی و نتایج حکومت مذهبی، تفرقه مذهبی و نتایج تفرقه مذهبی برای طبقه کاری. اون نمیاد بگه کمونیست ها مسلمون میشن که ایش وقت. میگه کمونیست ها دین رو قبول ندارن ولی کاری هم به کار دین ندارن. میگن با بحث باید باشه از طرف. هر کی هم میگه کمونیست ها مسلمون ها رو سر میبرن دروغ میگه. اینو میتونیم نشون بدیم سر دروغ. نه برنامه حد اکثر ماست. اصلا ما باید برنامه حد اکثرمون تبلیغ کنیم. اگه برنامه حد اکثرمون تبلیغ نکنیم چه فرقی با دیگرون داریم آخه؟ کی اومده تبلیغ کنه؟ میگن کی اومده الان اینجا تبلیغ کرد؟ حرف حسابش خودش بالاخره چی بود؟ از همه جای دنیا ایراد گرفت، ولی خودش چی میخواد جاش بذاره؟ برنامه حد اکثر ما آیا چیزی جز راه رهایی طبقه کارگر و زحمت کشه؟ راه رهایی نه فقط اونا. میشه به مردم دروغ بگیم؟ نسخه دیگه ای برای رهاییش بپیچیم دستش بدیم؟ نباید این کارو بکنیم. خب واضحه ما میخوایم طرف اینو بدونه، دنیا اومدیم و متشکر شدیم که بریم اینو بهش بگیم. حالا چه مانعی میتونه وجود داشته باشه که ما برنامه حد اکثر اون یعنی راه کمونیستی که برنامه حد اکثرش رو تبلیغ نمی کنه پس چی رو داره تبلیغ میکنه؟ برنامه حد اقلش رو. خب طرف میگه خوش خیالی آقا جان، یه سرمایه‌داری پیدا کنیم که این سرمایه‌دارا انقدر کار از ما میکشن، ازش انقدر پول میدن، زن و مردم برابر خواهی میخواست بشه تا حالا شده بود. نگیم هم طبقه کارگر باید به دینار به قدرت خودش و قدرت سیاسی خودش تحمیل کنه. خب طرف ما رو باور نمیکنه، منم خودمون رو باور نمیکنه. کسی که برنامه حد اکثر رو نگه و فقط برنامه حداقل رو بگه، میگم اینا وعده های انتخاباتی. مثلا که تو نیرویی که باید اینو اتخاذ کنه رو بسیج نمیکنی. اون کسی میتونه برنامه حداقل رو پیاده کنه که بخواد ازش بره جلوتر. اون طبقه میتونه برنامه حداقل رو پیاده بکنه که قبلا فهمیده باشه چقدر میخواد ازش بره جلوتر. منافع نهایی خودش چیه؟ کارگر سوسیالیست، کارگر متشکل در حزب کمونیسته که میتونه رهبر مبارزه برای دموکراسی هم باشه. خب اگه ما کارگر رو کمونیست نکنیم کی قرار رهبر مبارزه برای دموکراسی باشه؟ یه کشور 36 میلیونی فقط دو دست ما کمونیستای کومل و الف مکاف مونده. در چین اونقدر میلیارد، در هند اونقدر میلیون. هیچ کس دیگه احتیاج به رهبری نداره. برای رهبری همینا که هستیم بسه. برای متشکل کردن و بردن و بورژوازی رو شکست دادن و هزار توطئه‌اش رو خونسا کردن و در هزار جبهه با جنگ نظامی ایدئولوژیک تولیدی و غیره کردن همینا که هستیم بسه. لازم نیست کسی دیگه کمونیست بکنی. آخه کسی این از ما میپذیره؟ پس بهتره یه عده زیادی بسیار زیادتر از اون کسی که هستیم کمونیست بکنیم اول، حتی اگه بخوایم برای دموکراسی بشیم. این دیگه از روز روشن‌تره که ما باید برنامه حداکثر خودمون رو ببریم. راجع به شیوه‌های تبلیغ و ترویج پوپولیستی خلاصه کنم، رفیق دست نکته جالبی گذاشتن دو این سوال. بله پوپولیسته فکر میکرد تبلیغ رو باید توی پروسه انجام بده. امروز به طرف مثلا میگه که ناراحتی تو مال مثلا فرض بکنید تحمیلات ملیه که بهت میشه،
طرف تا اینجا میاد یه مدتی باش کار میکنی و فلان که آماده که شد بهش میگی تعمیرات ملی هم مال امپریالیزم، تا اینجا هم قبول میکنه، میری دو سال دیگه بهش میگی امپریالیزم هم بالاترین مرحله سرمایه‌داریه، بعد آخر سر میگی سرمایه‌داری هم همین چیزی که بدن داختش. این که پروسه آگاهی نیست. خود ما چجوری کمونیست شدیم؟ از خودمون یه روز سوال کنیم. خود ما اینطوری کمونیست شدیم که یه روز یکی اومد ما یه خور گفت نمره خوب نمیاری تو امتحان مال سوالات بد امتحانیه. مثلا اینطوری پیشرفت کردیم. کنکور قبول نمیشیم مال توزیع ناعادلانه ثروت. از کنکور میای بیرون همچین میشیم مال فلان. اینطوری که نبود. یکی اومد کلمونو گرفت، مغزمونو گرفت، تکون داد یه روزی. یکی الاخره تو زندگی هر کدوم این کارو کرد. گفته تو این رنجو میبینی؟ این رنجو حس میکنی؟ این رنج مال جامعه سرمایه‌داریه. هیچ بهانه دیگه هم از کسی قبول نکن. از این کمتر کسی بهت گفت باور نکن. مال کل این نظام. من یکی که وقتی اینطوری مواجه شدم با جلوه‌های نامطلوب جامعه سرمایه‌داری از خودم پرسیدم علت این همه بدبختی چیه؟ یه نفر به من گفت رژیم شاه، میگفتم کافی نیست این حرفه. تو هند که رژیم شاه حاکم نیست. بهم گفتن سرمایه‌داری، فهمیدم و کمونیست شد. خب هر آدم دیگه هم همین مغز تو کلشه. همین زندگی جلو چششه. بنابراین هیچ دلیلی نداره شیوه کمونیست کردن کارگرا با شیوه کمونیست شدن خود ما فرق کنه. علت مسائل و بدبختی های جامعه بشری رو بهش توضیح میدیم و اینقدر فکر کنم بها بدیم به انسان ها که فقط ما نیستیم که حلبی آباد میبینیم. کارگری هم که از بغل حلبی آباد رد میشه منزجر میشه از جامعه که داری زندگی میکنه. فقط ما نیستیم که فقدان بهداشت میبینیم. کارگرم لازم نیست دست شکسته باشه تا بفهمه بهداشت برای طبقهش وجود نداره. این تجربه شخصی نیست. هر بشری داره به جامعه برخورد میکنه. از این جامعه ناراضیه، میخواد عوضش کنه، میگه با چی؟ و ما وظیفه داریم با برنامه حداکثر بذاریم جلوش بگیم با این. پس فکر کنم پاسخ این دو تا سوال دادم. البته راجع به شیوه های تبلیغ و ترویج و غیره، من خودم به عنوان مبلغ و مروج آدم مجربی نیستم. رو شیوه های تخصصی این کار میشه صحبت کرد. رفقایی هستن که حتما همینجا نظرشون خیلی صاحب‌تره. منتها من خواستم رو اصولش صحبت کنم. که اصولش اینه که ما تمام موجودیتمون رو در میون میذاریم. ما نسیه کاری نمی‌کنیم با طبقه کارگر. حالا یه خوردهشو بگیم، بعد یه خوردهشو بگیم، بعد یه خورده دیگه شو. حرفمون رو می‌زنیم. مثل همین الان که من دارم با شما حرفمون رو با طبقه کارگر می‌زنیم. نگران این نباشیم که تحریک بشه. هیچ وقت امر رهایی تخیلی ترین ایده های آزادی بخشم کارگرا رو نترسونده. چون آرزوش آزادیه دیگه. از حرف مذهبی عجیبتر نیست حرف ما. که اون اومده بهش میگه تو ببین اینجا رو میبینی هیچی نیست، ولی یه خدا اینجا هست. این ازش قبول میکنه، حاضره بشینه به حرفش گوش بده. من میام میگم آقا علت بدبختی تو این چیز ملموس و عینی که عروض داری میبینی، اون وقت این از این بترسه یا تعجب کنه؟ خودمون کلامون رو قاضی کنه. مجاهد میاد میگه که من میخوام حکومت عدل علی رو اینجا برقرار کنم. هیچ کیم تو گوشش نمیزنه. هیچ کارگری هم من ندیدم وقتی مجاهد اینو بهش میگه تو گوشش بزن. با اینکه چه تخیلی، آخه حکومت عدل کی؟ علی کجاست؟ چی بوده؟ چه شکلیه؟ تو عربستان خرما میخوردن، تو میخوای اینو اینجا پیاده کنی؟ این از فوش به یه آدم عاقل بدتره. ولی کارگری میشنوه میگه ها منظورش اینه که میخواد جامعه عدالت بیشتری داشته باشه. بچه بدی نیست مجاهد. از عدالت حرف میزنه. حرفای ما عادی تره، روشن تره. ما میگیم بابا تو اصلا میری کارخونه، مگه کار نمیکنیم اون وسایل؟ ما چرا تو وسایل که کار میکنی تو فقیر میشی صاحب اون وسایل پولدار میشی؟ اینو واسه ما جواب بده. علتش اینه که اون مالکیت خصوصی اون، اگه اون وسایل دست کارگرای جامعه بود اون ثروت تعلق میگرفت به تولید کنندگان. میگه حرف از این روشنتر آسونتر نیست از اثبات وجود جن و پری و خر دجال و نامه مالک اشتر صحت و سقمش. اصلا اینو باور کنید که حرف ما روشنه، پیچیده نیست که. آخر حرف ساده ای داریم میزنیم، ساده تر از حتی تاکتیک رو توضیح دادن سخته. که چرا ما با این که منافعمون ایجاب میکنه که تمام جامعه سرمایه داری از من ببریم توی دوره مشخصی ناگزیریم برای مثال به تجارت داخلی رضایت بدیم که دست بورژوازی بمونه؟ خب این خیلی سخت توضیحش. ولی توضیح سوسیالیسم و کمونیسم که سخت نیست، اصلا خیلی ساده است. من تا حالا تو زندگیم تا اونجا که زحمتکش برخورد کردم واسش توضیح دادم به مشکلی برام نخوردم که بفهمم منظورم چیه. تمام بحث میتونه این باشه که نمیشه. یعنی اون حرفی که بورژوازی کرده تو مغزش، اینایی که میگی قشنگه، جامعه جالب، این حرفی که تو میزنی، ولی نمیشه. چجوری میشه اینو پیاده کرد؟ جوابش همون موقعی که دستشو بگیری بیاری تو حس، دستشو بگیری بذار دست بقیه کارگر بغل دستش.
من بیشتر از این صحبت نمی‌کنم. متلاشی بکنه نتونست رو کاملا مسلط بشه، برای اینکه پوپولیسم به خودی خود معنی مرگ و فاجعه نمیده. پوپولیسم یه پدیده، یه آدم های آگاه و انقلابیون باش دست به گریبان میشن مبارزه میکنن. خود ما هم تشکیلاتی بودیم که میگم در نظر تونستیم در گام های اولیه نظریات پوپولیستی رو بشناسیم، ولی تا این آخر 4 سالی که الان باشه عملکرد پوپولیستی به اون حاکم بود. مثلا اینه که تشکیلات ما وا نداده بود به این مبارزه‌شو باش کرد. کومله برای این مبارزه زمینهای عینی خیلی مساعدی داشت که پیکار نداشت. پیکار متوجه یه جنبش واقعی نبود. پیکار سازمان نماینده یه جنبش واقعی نبود. بنابراین برد تئوری و اهمیت مبارزه ایدئولوژیک براش جنبه آکادمیک داشت. برای کومله هر حرف نظری که شما میزنی فرداش به یه نتیجه عملی باید منجر بشه. واسه اینکه جنبش واقعی در جریان کومله تئوری رو برای پاسخگویی به نیازهای نیاز داره. وقتی تئوری پوپولیستی نقد میشه تو پیکار هم خیلی نقد میشه. یادتون باشه قدنامه‌های کنگره دو پیکار علیه پوپولیسم موضع گرفت. من فکر کنم نفهمیدن اصلا یعنی چی قضیه. خب تو پوپولیسم حرف زده شد، علیه پوپولیسم حرف زده شد تو پیکار، ولی این به چه جایی نمیرسه، چون نیروهای اجتماعی واقعی پشتش نیست، نیروهایی نیست که از عقاید درست استفاده بکنه و خودشو تحکیم بکنه. کومله تمام اهمیتش و قدرتش در نقد پوپولیسم این بوده که به یه جنبش واقعی متکی بوده و این جنبش واقعی جواب واقعی ازش میخواد. وقتی یه روشی ثمر نمیده، عبثه، این روش به بنبست خودش میرسه، گرایش برای نقدش هم به وجود میاد، نیاز واقعی اون جنبشه. و این در شرایطی بود که کومله داشت این رفقا رو در خودش و این انرژی رو در خودش که این مبارزه علیه پوپولیسم رو روش بده تو خودش و جوابگو باشه بهش. من فهم میکنم این علت اساسیش که در یه جنبش واقعی در عصری که واقعا تئوری انقلابی مارکسیسم میتونه پاسخگوی پیشروی انقلاب باشه، یه جنبش که واقعا لااقل درد انقلاب و انقلابی‌گری داشته باشه به مارکسیسم نزدیک میشه و مسائلش از زاویه نقد ایده‌های نادرست حل و فصل میکنه. این فکر کنم فاکتور عمده بود در رابطه با کومله.